سلام، اسم مستعار من حمیده. من توی یه خانواده متنفذ و مذهبی توی شهر قم به دنیا اومدم. شهر قم هم که خب حتما میدونید دیگه، ام القرای جهان شیعه است. و خب توی یه همچین خانواده‌ای به دنیا اومدن این شکلیه که گاهی وقتا مستحبات از واجبات هم واجب تره. یعنی دعای ندبه، دعای نمیدونم کمیل، نماز شب، محرم، سفر، اینا گاهی وقتا از خود اصل اسلام هم مهمتر میشه. و خب این زندگی ما بود دیگه. این مسلمان بودن، بچه شیعه بودن، هویت خانوادگی ما بود. یعنی یه چیز جدا از زندگیمون نبود، تمام زندگی ما تو این خلاصه میشد. و به تبع اون من هم یک بچه شیعه، مسلمون و در نهایت هم به حوزه علمیه رفتم و معمم شدم. داستان اینجوری پیش رفت که من تو سن 14-15 سالگی یه روز رفتم و به پدرم گفتم که من میخوام برم حوزه علمیه. و خب انگار دنیا رو بهش داده بودن. فردا صبحش پاشد رفت و یه فصل ثبت نام هم بود، من رو ثبت نام کرد و من توی سن 14-15 سالگی رسما شدم طلبه حوزه علمیه قم. و خب اونجا این شکلیه که یه سری پایه اصطلاحاً بهش میگن، باید پایه ها رو انجام میدادیم، پایه ها رو در واقع میگذروندیم. تا پایه ششم من خوندم و رسما برای تلبس درخواست دادم و واحد تلبس بررسی کرد و به خاطر حالا نفوذی هم که پدر داشت خیلی سریع این کار انجام شد و من تو سن خیلی کم رسما معمم شدم. بعد از اون هم باز دوباره به خاطر نفوذی که پدر داشت توی سازمان زندان‌ها به عنوان روحانی یک زندان استخدام شدم، که در واقع کار ما این بود که اونجا منبر بریم، نماز جماعت برگزار کنیم، چه می‌دونم زندانی‌ها رو ارشاد کنیم. و متأسفانه یه بخش سختی هم کار ما داشت، اون این بود که بهش میگفتن شب آخر. و اون این بود که وقتی که یک اعدامی داشتیم، شب آخر اون رو به اصطلاح زندان جدا میکردن، بهش میگفتن جداش کردن. اینجوری بود که میبردنش توی یه منطقه بود که قرنطینه بود، انفرادی بود و فقط روحانی زندان میتونست ببینتش. و ما باید اون شب رو میرفتیم، حالا اگر طرف توبه میخواد بکنه، با کسی حرف بزنه، تنها کس ما بودیم. خب این بخش خیلی سخت و دردآور کار ما بود. بالاخره هم انسانیم دیگه. و یه بار یادم میاد که یه قتل نفسی داشتیم، یه دونه از این آدمایی که به اعدام محکوم شده بود و شب آخرش بود، به من گفتن بیا برو اینو ببین. خب من وارد که شدم، تو اینجور مواقع اینقدر داغونن که حوصله هیچ کسی، حوصله خودشون هم ندارن، وای به حال عراجیف یا آخوند. وارد شدم و خواستم سر صحبت باز کنم، گفتم اخوی مهمون نمیخوای؟ و برگشتم جوری که خوابیده بود رو تخت، یه غلطی زد و گفتش که جی حاجی تو رو هم میخوام بکشم بالا، شما که پاک و منزهی. دیگه سعی کردم جو رو عوض کنم و باهاش صحبت کردم که آره خدا میبخشه، توبه کن، توبه کاران رو خدا دوست داره. دو سه تا حدیث دادم تنگش، دو سه تا آیه و اینا. باز دوباره همونجوری بیخیال یه غلطی رو تختش زد و برگش گفت حاجی مطمئنی میبخشه؟ اصلا انگار با پتک زدن تو سر من. ما توی حوزه یه درسی داشتیم به اسم مباحثه. توی خودمونیش اینجوری میشه که بهت یاد میدن وقتی یکی یه سوالی میپرسه، یه چیزی میگه، با دو سه تا حدیث و آیه و اینا دهن طرفو ببندی بره. خب من برای همه جور سوال و جواب فلسفی و دینی و اینا آماده بودم، اما اینکه طرفی همچین سوال ساده و عمیقی بپرسه که مطمئنی؟ اصلا آقا نمیدونم چجوری من دو سه تا دیگه حدیث و آیه سرهم کردم و زدم بیرون. اما دیگه خواب و خوراک نداشتم. یعنی شب میخوابیدم،
حاجی مطمئنی؟ صبح پا می شدم. فلان کارو که کردی 18 سالت بود. و حالا شما حساب بکنید که من رفتم حوزه، بچه شیعه، تمام اون چیزهایی که بود حالا اومده توی یک جوی قرار گرفته که رقابت شدیده که کی بچه شیعه تره، کی بچه مسلمون تره. کار اینجا رسیده بود که من یه دفترچه‌ای برای خودم درست کرده بودم که مثلا چه میدونم، حتی اگر یه فکر جوونی تو سن مثلا 17-18 سالگی چه میدونم یه خانومی رو دیده بودم یه چیزی، اونجا می نوشتم و دیگه حالا داستان شروع می شد. باید می رفتید روزه، سینه می زدید، کفاره می دادی، روزه می گرفتی که شاید این بخشیده بشه. حالا یک دفعه با این مواجه شدم که نکنه هیچ کدوم اونا بخشیده نشده باشه. مطمئنی؟ آقا شروع کردم هرچی بیشتر خوندم، قرآن خوندم، حدیث خوندم، میگه علی میگه توبه یعنی این که گوشتی که از گناه به تنت چسبیده رو بکنی. حالا من این گوشت رو چجوری بکنم نمیدونم. دیگه داغونه داغونه داغون. این داستان گذشت. یه چند روز بعدش رفتم خیابون انقلاب و حالا برای اونه که اهل تهران و اون اطراف نیستن میگم یه خیابونیه که اونجا کتاب میفروشن، بساط میکنن، دست فروش ها تو خیابون کتاب های دست دوم میفروشن و خب ما یه طلبه هم باید کتاب های ارزونتر رو موقع میگرفتیم و دنبال این کتاب ها تو دست دومی ها بودم. یهو چشم افتاد به یه کتاب کوچیک نارنجی که روش یه صلیب بود. حالا من که بیرون میرفتم اون موقع ملبس بیرون نمیرفتم که تاکسی سوارم کنه، کسی به دریوری نگه. با این وجود خب ظاهر مشخصه که مذهبی هستی دیگه، اون ریش و اون وضع. همین که کتابو برداشتم دستفروشه یهو برگشت به شوخی گفتش که چی حاجی میخوایی دینتو عوض کنی؟ ندید گرفتم و یه خندید پوزخندی زدم و کتابو برداشتم و شروع کردم تونتون همجوری ورق زدن. کتاب دست دوم بود. رسیدم یه جایی که اون صاحب قبلی با ماژیک سبز یه جایی رو خط کشیده بود و بعد اینجوری با مداد یه خطی کشیده بود اومده بود بیرون و یه دستنویسی نوشته بود. آیه این بود: و خداوند جهان را انقدر محبت کرد تا یگانه فرزندش را داد تا جهان نجات یابد. و بعد اینو خط کشیده بود اومده بود کنارش دستنویس نوشته بود که قربانی باید انقدر ارزشمند باشد که بتواند تاوان تمام گناهان بشر شود. این کارتونا انگار یه نور، یه پروژکتور اینجوری تابید تو صورت من و اصلا نمیدونم چند دقیقه، 5 دقیقه، 10 دقیقه فقط ورق میزدم، فقط میخوندم. و بعد اینجوری که دست فروشه برگشت گفت حاجی میخوری یا میبری، یعنی پولشو بده دیگه چیکار داری میکنی. کتابو خریدم، خب به معنی کلمه قاچاقش کردم، آوردمش توی خونه و خوندم خوندم خوندم. اصلا انگار یک دنیایی که ندیده بودم تا الان. و بعد تصور کنین رفتیم یه جایی که یک موسیقی شلوغ پر سر و صدای خشن سنگین داره پخش میشه و بعد میایید یه جایی که یک سکوت، صدای آب، یک موسیقی ملایم داره پخش میشه. اصلا انگار روح من آروم گرفته بود. میخوندم میخوندم میخوندم، دیدم پس من این چی میگه؟ اون چیزایی که ما خوندیم میدونستیم از بچگی چیه؟ کار به اینجا رسید که تو خونه ما ماهواره خب طبیعتا نبود و ممنوع بود شبکه‌های ماهواره‌ای. رفتم خونه یک دوستی که امین منم بود و همچنان هم باش در ارتباطم، مذهبی هم نیست و به بهانه این که میخوام ببینم این شبکه های مسیحی چی میگن شروع کردم شبکه های مسیحی رو دیدن و خب دیگه داستان شروع شد. کار به جایی رسید که یک بار وقتی یک کشیشی خواست که اگر راغبیم قلبمون رو به عیسی مسیح بدیم، من دیگه همونجا زانو زدم، دستامو باز کردم و اعتراف ایمان کردم و از اونجا زندگی من
کاملا عوض شد، انگار که تمام شد. من عاشق این جمله مسیح هم که روی صلیب میگه تمام شد. انگار تمام اون درگیری های ذهنی من تمام شد، تمام اون کفاره، حق و ناس، حق و الله، این کارو بکن، اون کارو بکن، بخشیده شد، تمام شد. و دیگه از اون روز گذشت و گذشت، هر روز بیشتر فهمیدم، هر روز بیشتر شناختم، هر روز آرومتر شدم. و الان سالها از اون روز میگذره و دیگه اگر سعی میکنم گناهی مرتکب نشم، به قول چیز میگه بیمزد بود و منت هر خدمتی که کردم، اگر خدمتی میکنم نه به ترس عقوبت، نه به در واقع میل به مزد و پاداشه، بلکه فقط یک چیزی رو فهمیدم و اون این که اون عاشق منه، خداوند عاشق منه و از گناهان من متنفره. پس خیلی سخته که به اینش خیانت کنم. پس تصمیم گرفتم که سعی کنم. پس سعی کردم که تا اونجایی که میتونم به این عشق احترام بگذارم و بهش خیانت نکنم.